تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر، ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر، در روح من تراوت مهتاب عشق بود، سرهای من چه شاخه سنگین ز بار و برگ، خاموش بر آستانه محراب عشق بود. گویی فرشتگان خدا در کنار ما با دست‌های کوچکشان چنگ می‌زدند، در عطر عود و ناله اسفند و ابر دود محراب راز پاکی خود رنگ می‌زدند. پیشانی بلند تو در نور شمع‌ها آرام و رام بود چو دریای روشنی، با ساق‌های نقره نشانش نشسته بود در زیر پلک‌های تو رویای روشنی. من تشنه صدای تو بودم که می سرود در گوشم آن کلام خوش دلنواز را، چون کودکان که رفته ز خود گوش می کنند افسانه های کهنه لبریز راز را. آنگه در آسمان نگاهت گشوده گشت بال بلور قوس و قزح‌های رنگ رنگ، در سینه قلب روشن محراب می تپید، من شعله ور در آتش آن لحظه درنگ. گفتم خموش آریو همچون نسیم صبح، لرزان و بیقرار وزیدم به سوی تو، اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز، اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم در سینه هیچ نیست بجز آرزوی تو. فروغ فرخزاد از شعرای نوپرداز و برجسته میهن عزیز ما. با درود و وقت به خیر خدمت یکایک عزیزان و همسفران، امیدوارم تنی سلامت، دلی امیدوار، روحی آرام و لبی خندان داشته باشید. در این دور همی فاصله دار قسمت نهم دورنمای پرواز را از دل نوشته روی بام عشق به شراکت با شما نازنینان می گذارم. اما پیش از پرداختن به آن به سروده زیبا و عاشقانه از فاضل نظری شاعر برجسته و معاصر میهن عزیزمان گوش فرا می‌دهیم و پس از خواندن نهمین قسمت دورنمای پرواز به سروده زیبایی از علی صفری یکی از شعرهای نوپرداز و معاصر میهن عزیزمان همراه با نغمه های پیانوی استاد جواد معروفی و ویولون استاد همایون خرم گوش فرا می‌دهیم. کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق، عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم،
عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم، شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق. شمع افروخت و پروانه در آتش گل کرد. می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله عشق من ابریشم تنهایی شد، پیله عشق من ابریشم تنهایی شد. شمع حق داشت، به پروانه نمی آید عشق. روی بام عشق، دورنمای پرواز، قسمت هشتم. ایرج خان با کمی تعجیل میگوید از همین الان میگم که نگین چرا از اول نگفتی. من موافق حضور این پسری جوالق خدا نشناس در جلساتمون نیستم، اما قبل از اینکه بقیه کاسه کوزه ها رو هم طبق معمول و مثل همیشه بر سر من و پروین خانم بشکنید، اجازه بدید بگم که من و پروین خانم هیچ کدوم با خواهر بزرگم هما جون مشکل آنچنانی و غیر قابل حل نداریم. یعنی هر وقت که اراده کنیم با یکی دو جلسه گفتگوی خانوادگی به سادگی و بدون کمترین نیازی به کمک دیگران حلش میکنیم. گرچه میدونم که تک تک شما تو بطن این جریان بودین و همه چیز رو به خوبی میدونید، اما چون ممکنه حاج آقا ندونه یا اونطوری بدونه که شما براش تعریف کردین، یه خلاصه ای براشون میگم تا حاج آقا هم به درستی در جریان کار قرار بگیره. حاج آقا مشکل پیش آمده که بیش از 10 سال ادامه پیدا کرده و منجر به قطع رابطه ما شده اینه که از همون موقع یه بابای غیر مسئول و بیغیرتی مثل حمید آقا پاشو تو یه کفش کرد و ادای پدرهای روشن فکر رو در آورد و از این پسره بی‌هویت حمایت کرد. در جمع آشکارا به همه گفت که من پدر الهام هستم و بیشتر و بهتر از هر کس دیگه هم بچه‌مو میشناسم و هم خیرشو میخوام. یعنی داشت به من میگفت که باور من به عنوان دایی بزرگ الهام نه تنها نادرست و بی‌ربطه، بلکه احمقانه و خرافاتیه. چرا؟ چون من میگفتم این پسر احمق که قرار داماد شما بشه و از این طریق خودشو به فامیل بزرگ و متدین ما بچسبونه آدم نادرست و خدا نشناسیه. یعنی نه تنها خودش کوچکترین باوری به وجود خدا نداره، بلکه مرتباً دیگران رو هم دست میندازه و به مقدساتشون توهین مستقیم میکنه. اون شبم چون مهمون هوتن بود و خودمونم مهمون برادرم تورج بودیم بهش چیزی نگفتم، و الا من به هیچ وجه اجازه نمیدم یه ژیگولوی احمق به اصطلاح تحصیل کرده و مثلا دانشگاه رفته مثل آریان بیادب بیاد و با استفاده از چند تا نام خارجی عجق وجق هر مزخرفی رو که دلش میخواد بگه و اعتقادات همگیمون رو زیر سوال ببره و به تک تکشون توهین مستقیم کنه. هیچ کسی هم پیدا نشه بهش بگه تو که بچه یا دهنت بوی شیر میده. خیلی از تو بزرگترا و کله گنده تراش هم نتونستن درستی یکی از این لاتالاتی رو که پشت سر هم هی میگی و تکرار میکنی ثابت کنن. حالا تو با این نیمچه سوادت میخوای درستی همشون رو ثابت کنی؟ حکایت اون یارو شده که دو ده راش نمیدادن اما سراغ خونه این چت خدا رو میگرفت.
آج آقا هنوز حرف از تو دهنت بیرون نیومده، میبینی شروع میکنه که دکارت و اسپینوزا در این مورد چه زری زدن، ولتر و فروید در این زمینه چه غلطی کردن. یا خیلی خیلی ببخشید حاج آقا، از شما خیلی معذرت میخوام، مارکس و انگلس در این باب چه شکری خوردن. چون فکر میکنه با آوردن چند تا اسم عجق و عجق دهن پرکن و چند تا ایده عجیب و غریب شکست خورده میتونه دیگران رو تحت تاثیر قرار بده، مزخرفاتش رو ثابت کنه و حرفش رو به کرسی بنشونه. اون اوایل که تازه نامزد کرده بودن به کناری بردمش و در خلوت بهش گفتم ببین تو اگه فکر میکنی که خیلی سرت میشه و به قول خودت جویای حقیقتی، بیا برای یه بارم که شده هر سی جزء قرآن مجید رو با دقت بخوان و مطالبش رو بدون حب و بغض و غرض و مرض بفهم و مثل همیشه دنبال لج و لجبازی و جنگ و جهاد و توجیه و بهانه گیری نباش. اون وقت نه تنها جواب تمام سوالات کنونی تو به درستی پیدا میکنی، بلکه جواب تمام موضوعاتی رو که بخواد در آینده هم برات سوال بشه به دست میاری. یعنی درستی مطالب و موضوعات الهیش نه حد و مرز میشناسه و نه تابع زمان و مکان خاصیه، چون درستی و حقانیتش ابدیه. اگه این کار رو هم نمیتونی بکنی، حداقل بیا پای صحبت و ارشاد چهار تا آدم حسابی و آشنا به کار که عمرشون رو تو این کار گذاشتن مثل حاج آقا بشین، تا شاید خدا رحمش بیاد کمک کنه تا عقلت سر جاش بیاد و بفهمی که چقدر چرت و پرت میگی. اون وقت ببینم بازم میگی و تکرار میکنی که همه ادیان روی کره زمین ساخته و پرداخته ذهنیت بشر و علت خلق شدن و دنبال کردنشونم برطرف کردن و رفع نیازهای پایه‌ای یا فیزیولوژیک خود ما انسان هاست. فرق هم نمیکنه چه نیاز جسمی و روانی باشه و چه عاطفی و احساسی. پسره احمق حتی الفبای روابط انسانی رو بلد نیست و نمیدونه چجوری با بزرگتر از خودش صحبت کنه، اما به طور مداوم دم از عقل و علم و فلسفه میزنه. بارها بهش گفتم، از قدیم گفتن درخ هرچی پربارتره سر به زیرتر و افتاده تره، ولی این حرفا تو چتش نمیرفت. مشکل این بود که مخالفت مستقیم نمیکرد، یعنی هرگز به تو نمیگفت که داری غلط میگی. اما هنوز حرف تمام نشده بود شروع به توصیف پت و پهن عقاید خودش میکرد که با گفته های من در تضاد کامل بود، و برای اینکه دیگران رو هم بلا نسبت شما خر کنه میگفت من شکی ندارم که عقاید شما واسه خودت درسته درسته، منم کوچکترین قصدی برای تغییر عقاید شما ندارم، اما این مواردی را که شما میگویید با درک و فهم من یکی نیست و همسویی نداره. بارها نصیحتش کردم و گفتم بیا دست از انکار و انتقاد ادیان الهی به خصوص یکتا پرستان بردار، اما هر نوبت که ما گفتیم او لجاجت بیشتری کرد و همچنان به راه خودش ادامه داد. وقتی دیدم که رعایت حال دیگران رو نمی کنه و توی فامیل به چرت و پرت گوییاش ادامه میده و روی مزخرفاتش خیلی پافشاری میکنه و اصرار به درست بودن همشون داره، با عمد بهش گفتم ببین اگه اینایی رو که میگی همش درسته، پس چرا رابطه خودت با خانوادت یعنی پدر و مادرت اینقدر افتضاحه و چرا واسه حلشون نیاز به کمک دیگران داری؟ پسره بیشعور و بیکفایت به اندازه یه جو نمیفهمه، اما ادعاهای مزخرف و بی اساسش ته آسمون رو پاره میکنه. فکر میکنه که همه از پشت کوه اومدن، انقدر بی ادب و بی شرم و حیاست که چش تو چشت میندازه و بهت توهین آشکار میکنه، انتظارم داره بهت بر نخوره.
در طول مدت این 3 سال اینقدر این دریوری ها رو گفت و تکرار کرد تا مجبور شدم بهش بگم ببین من نه از دوستان دانشگاهیت هستم و نه از اون آدمایی که تحملت میکنن و بهت هیچی نمیگن. حواستو خوب جمع کن، چون یه وقتی دی جلو چشم همه زدم خور رو خاک شیرت کردم. از هیچ کسم هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم. دیت هم از قبل آماده کردم. هرچند سقط کردن موجودی مثل تو نه تنها دیه نداره بلکه سفارش هم شده. البته صحبت کردن در این مورد جلوی حاج آقا جسارته، ولی همه میدونیم که دین اسلام در این اینکه آزادی عقیده همگان را محترم شمرده، اما در این حال نسبت به شرک و بت‌پرستی سختگیری بسیار کرده، چون شرک و بت‌پرستی رو یه نوع انحراف یا بیماری فکری و اخلاقی میدونه که در هر زمانی و با هر قیمتی باید رو شکم بشه. فراموش نکنیم که ما هر چی داریم از همین اعتقاداتمون داریم. خدا را هم شکر میکنیم که باور مذهبیمون کاملترین و بهترین و برجسته‌ترین باور پذیرفته شده روی کره زمینه. بهش گفتم بنابراین مزخرفات تو نمیتونه کمترین تأثیر منفی رو درستی ابدی عقاید ما بذاره. یعنی هری ول معطلی، خودتو خسته نکن، تو که عددی نیستی، خیلی خیلی از تو بزرگتراش نتونستن هیچ غلطی بکنن، اما اونقدر پوسکلفت و بیغیرته که هیچ کدوم از این حرفا بهش بر نمیخوره. و الا حاج آقا من الهامو از حالم بیشتر دوستش دارم، اما چطور میتونم بشینم و دست رو دست بذارم و شاهد بدبخت شدنش با یه احمقی مثل آریان باشم؟ اونم برای موضوع مهمی مثل ازدواج. یکی دو روز نیست که بگم زود تموم میشه. اینطوری یه عمر باید بنشینم و ببینم که بچه خواهر گلم جلو چشم پرپر بشه، اما هیچ کاری نتونم بکنم. چرا؟ چون خود کرده را تدبیر نیست. همون موقع هم به پدرش حمید آقا گفتم فکر نمی کنی که مردم چی میگن؟ همین بزرگترهای فامیل خواهند گفت که الهام بچه بود و عقلش نمیرسید. آیا پدر و مادر و داییشم عقلشون نمیرسید؟ مطمئنم که اگر تلاش من نبود بالاخره این ازدواج سر میگرفت. اون وقت خود همین هما خانوم میومد و به من اعتراض میکرد که شما که از ابتدای کار تو جریان بودین و حتی کمک به مراسم نامزدیشونم کردین، چطور بعد از 3 سال نفهمیدین و اجازه دادین این وصلت نامبارک سر بگیره؟ رفتی و دل را رها کردی ولی آزاد نه. رفتی و دل را رها کردی ولی آزاد نه. دستهایت رفت از دستم ولی از یاد نه. لحظه آخر شنیدی حرفهایم را ولی گفتنی ها در نگاهم بود، در فریاد نه. عشق دنیای مرا از من گرفت و دلخوشم، زندگی را پای عشقت دادم، برباد نه. رفته ای و رد پایت در نگاهم مانده است، رفته ای و رد پایت در نگاهم مانده است. روز و شب با خاطراتت دلخوشم، دلشاد نه. از من ایمان برده ای، از دیگران دل میبری،
از من ایمان برده ای، از دیگران دل میبری. هرچه میخواهی ببر، اما مرا از یاد نه. بدرود تا درودی رساتر و عاشقانه تر. عشق رویای من، توی عشق من دیگر.